سلام دوستان مارکت رپ دری، چطوری بچه؟ خوش اومدید به این چنل. امروز با هم دیگه میخوایم ترک طلوع آزادی رو گوش بکنیم از مهدی سیتو، فرداد تایم و مادمازل. چقدر مهدی سیتو پرکار شده و آفرین، خیلی پرکار شده و نمیدونم ترکیب به فرداد تایم و مادمازل میخوره یا نه، ولی ترکیب جالبیه. یهو هم اومد کار، من اصلا خبر نداشتم ازش. دیسکریپشن کارو خیلی سریع براتون بخونم. هیچی نداره، فقط نوشته برای دختران خسته سرزمینم. خب پس کار یه کار اجتماعی هستش. آفرین مهدی سیتو، بعد چند تا کار گنگ و دیسو این داستانا یه کار متفاوت قرار ازش بشنویم. بریم بدون معطلی کارو گوش کنیم. یادتون نره بچه اگه تا حالا چنل رو سابسکرایب نکردید حتما بکنید و لایک بکنید چنل رو، ببخشید ویدیو رو. بریم بدون معطلی کارو گوش کنیم چجوریه. ترسم آزادو نسازم زی قفصن یادم، تا از این بند سارم. وکال کار یکم بالاست، یعنی صدای وکالو من خیلی تو گوشم زیاده، نمیدونم شاید ولوم پیسی زیاده. اوکی بریم بریم، خوبه. این شکل آرنبی که میخونه این وسط مادمازل قطعا کارو جذابتر میکنه. ادامه بدیم. تا از این بند سارد نکند آزاد قلم من خسته است، نغم جان وطنه مثل جان خودم که در حال پاره کردنشم وقت مرد خونه. ببین الان وکال فردا چقدر پایینه، میکس مستر کار ضعیفه. اوکی اوکی گوش کنیم، ایبی نره. اوکی قلم من خسته است، نغم جان وطنه مثل جان خودم که در حال پاره کردنشم وقت مرنده خانه خودم دفع میکنن کل جهان سکوت. اکی باشه دقم خدا او همیشه مارگی که چی رقم کش میره میرسم در پارگی. هویت ما که زیر چرخهای تبعیض رفت و مرگ ما بهشت دگرها را تضمین کرد. ما یک هزارایم هویتم جرمم شده، کل ثانیه ها دشمن عمرم شده. هرچه توکل در خدا کدو تخیل بود، خودت خندت نمیگیره بازم شکرت کنه. یک سوال است نگیری من اگه اشتباه نکنم فردوت گفته بود، هم فردوت هم گفته بود مال هراته اگه اشتباه نکنم، یادم چون اون بحثی که با افراز داشت، افروز گفته بود، یعنی فرداد به افروز گفته بود که من و تو توی از یه جاییم. حالا نمیدونم، و اینجا خیلی جالب بود که من یه هزارم به عنوان یک هزاره اومد گفت، خیلی جذاب بود کارش، آفرین. و اون اولم یه تشبیه خیلی جذاب کرد، گفتش چی، قلمم مثل وطنم خسته است، خیلی قشنگ بود. اوکی هویت ما که زیر چرخهای تبعیض رفت و مرگ ما بهشت دگرها را تضمین کرد. ما یک هزارایم هویتم جرمم شده، کل ثانیه ها دشمن عمرم شده. هرچه توکل در خدا کدو تخیل بود، خودت خندت نمیگیره بازم شکرت کنه. یک سوال است نگیری به اون وانه کف، هرچه در وا کردیم تو بودی دنبال قف. فدای شاهد بودنت که فقط نظاره کردی وقتی که آمد و گرفت جان یک نوزاد بمب. واسه خیلی قشنگ بود ورس فرداد جی، خیلی قشنگ بود. بجز تکنیکش که رایما خیلی چفت بودن، تکست کارم تاثیرگذار و خیلی زیبا بود، واقعا جذاب و ناراحت کننده. چی بگیم، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. مرسی مرسی فرداد، مثل همیشه فرداد، واقعا مثل همیشه چقدر زیبا بود آخه. اوکی با خدا داشت صحبت میکرد و خیلی دردناک بود. اوکی ادامه بدیم. بانه کف هرچی در وا کردیم تو بودی دنبال قف. فدای شاهد بودنت که فقط نظاره کردی وقتی که آمد و گرفت جان یک نوزاد بوم. واسه شهزاهو بکاشانه یه سیاد زنم قدر ساکی ره با رود از یادم. قلم بدستی جستی نیست به کل دنیا، فقط سکوت هست و هر گوشتنیم دوتن که چون یک هزارم خواهد.
حاکم از قرق خون شو کاج مردم تو قطره بارونی و من دتونگ ماهی هر دو با همه جنگیم برای آزادی هر دو با امید یک روز دوتن زابادی با طلوع واقعیت زن زندگی آزادی تو گلای پرپر شد اصلا نمیتونم کنم. خیلی عشق، خیلی عشق این تیکه، خیلی جذاب بود، خیلی جذاب بود. و این زن زندگی آزادی چقدر جهانی شد، واقعا عالی بود. آقا خیلی جذابه کار، خیلی قشنگه کار. چه کاری بسته مهدی سی تو و توی چنلش، خیلی قشنگ، خیلی این کار ترتمیزه. آفرین آفرین، بریم. با طلوع واقعیت زن زندگی آزادی. تو گلای پرپر شد اصلا نمیتونم کنم تصور. اینا همه گفتن هزاره نمیذاره یک جای نه، ولی کم کم کشت. ببخش خواهرم هزاره بودی، ما هم امروزم شاید فردا نبودیم، ما هنوز توی پیله ماندیم. ببخش که تو زود پروانه شدی، ببخش از ای که دختر بودی، از ای که ده هرچی پشت سر بودی، از ای که گفتن که سکوت بکود. تو حق نداری اصلا صحبت کنی، دیگه کنکور نیست، راحت بخواب، قدم بزن آزاد ما بین شار. کسی حق نداره که قهر بزنه، کجا بودی تا این وقت شام؟ مثل گل پرپر شدی یا شدی خاکستر؟ عمرمان سوخت و کم کم کش همه ما نیجر. لاله داغ در خون نسل آشفته من، مگذار پشت شوی به جرم دختر و زن. برقص بخند با صدای بلند، بگو هموطن به نام سرزمین من. نه تو نه من، به نام نسل قهرمان، همه برابریم و پیش به سوی شهر ما. برای مهسا و نیکا و سارا، برای آنها که رفتن سریا، برای کابل کاج، برای دشت برچی، برای میهن ما و تو عشق آزادی. کاش تمام نمیشد کار، خیلی جذاب بود، خیلی قشنگ و ناراحت کننده و دردناک بود. و کسایی که هستن تو خود افغانستان قطعاً درک بیشتری به نسبت من دارن. البته ایران هم دست کمی نداره و دو کشور حقوق زن یه جورایی داغون کردن اصلا حقوق زن رو. و خیلی ناراحت کننده است دیگه، خیلی ناراحت کننده. ورس فرداد مثل خود فرداد بود، فرداد خود خودش بود. فرداد چون ما با هم صحبت هم کردیم، در ارتباطیم، و اینکه اومد با خدا صحبت کرد، سوال پرسید، اینکه یه ذره نقدش کرد، کاملا خود فرداد بود. خیلی جذاب بود و میدونی خیلی جالب بود. مثلا ورس فرداد اینجوری بود که اومد با خدا صحبت کرد، بعد مهدی سی تو اومد راجع به دخترها صحبت کرد، و مادمازل اومد جمعاً صحبت کرد، جمعاً راجع به آزادی و صلح و زنان و اینکه جنگ نباشه و حقوق و آزادی. و میدونی خیلی به نظرم این جدا شدنه بین ورسا خیلی با برنامه ریزی بود، این ترک خیلی با برنامه ریزی بود. تمام ورسا و اون تیکهی که ملودیک میخوند خانم مادمازل، به نظر من کار واقعا ترتمیز و خیلی خوب کار بسته شده بود. حالا یکم میکس مستر کار به نظر من یه ذره مشکل بود داشت، اما خیلی پروژه قشنگی بود. طلوع آزادی، همه چی. امیدوارم مثل همیشه تو خیلی از ویدیوها گفتم، برای دو کشور، چه ایران چه افغانستان، چون تقریبا نزدیک به همن، شاید افغانستان وضعی بدتری داشته باشه از ایران، ولی امیدوارم درست بشه، یه روزی طلوع بکنه. حالا آزادی، صلح و شادی و خنده. دمشون گرم، خیلی قشنگ، خسته نباشم، واقعا خیلی کار ترتمیزی بود. دمشون گرم. مرسی بچه شما تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم همتون جیباتون پرپول، پر از صلح باشه تو زندگیتون، پر از عشق و شادی باشه و پر از آزادی باشه و بهتر کنید. عشق دوستتون خیلی زیاد. مرسی تا اینجا همراه من بودید. نظرتون رو هم بنویسید، حتما این کارو برید استریم بکنید، واقعا کار ارزشمندیه بچه‌ها.
دمتون گرم، تا بعد.